رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ماست. آقای علیجانی خیلی خوش آمدید. عجب پرونده جنجالی شده، پرونده صدیقی. با افشای سند جدید مشخص شده که نه تنها امضای امام جمعه موقت تهران جعل نشده بوده، بلکه بیشتر از 6.5 میلیارد تومان هم پول نقد گرفته. چی فکر میکنید؟ فکر میکنید این موج جدید افشاگری ها در سرنوشت کاظم صدیقی تأثیری هم بگذاره؟ سلام، هر دن از این باب قریب میرسد. فعلا در کوتاه مدت هیچ علامتی دیده نمیشه، یعنی هم برای دیدار نوروزی علی خامنه ای دعوت میشه، هم روزنامه همشهری در واقع بچه های عدالت خواه بدنی نظام و در واقع به برخورد مؤمنانه دعوت میکنه. البته خوب ما چون پشت صحنه این افشاگری ها رو نمیدونیم، آیندهش پیشبینیش رو دار سخته. اگه یه شیرپای خورده با وجدانی مثلا این سند رو هول میده به سمت افکار عمومی، خب خامنه‌ای آدم لجبازی است، به افکار عمومی همیشه لجبازی میکنه. اگر رقابت ها و جنگ و نزاهای پشت صحنه باشه، در حال بستگی داره این به کدوم جناح نزدیکتر باشه، این دعوا تو بیت قدرت چجوری تموم بشه. ولی سرجم یه عامل دیگه هم جدا از این که در افکار عمومی مفتضح شده این زهد ریایی، ولی بدنه ولایی هم موثر هستن، اونها هم فشار میارن. اون که میگه برخورد مؤمنانه بکنی تحت عنوان عدالت خواهی نمیشه قضاوت زودرس داشت، نشون میده بچه های صادقتری که به هر حال جوانترهایی که تحت اون شعار عدالت و عدالت علی و اینها رو مقشویی و به قول خودشون بصیرت افزایی کردن، اینها هم ناراضی هستند، اینها هم شگفت زدن. این وقتی که برای در همین دو سه ماه اخیر در گون 3 نفر رو به اتهام سرقت اشکونه یا سرقت گوسفند قطعیت کردن، یا در گزارش آقای پورمحسن هم بود که برای چند تا گوسفند مثلا قطعیت کردن، آیا برای چند تا گوسفند آدم قطعیت بشه با این مقیاس از فساد؟ خب طبیعیه توی جوان ولایی پاک دستی که به حال مخشویی شد این سوال پیش میاد، آیا حضرت علی هم با فرماندارانش اینجوری میکرد، یا حتی حضرت عمر اینجوری میکرد، یا وقتی میشنیدن که یه فرمانداری دزدی کرده یا حتی در شبهه قرار داره اونو سریع برکنار میکردن؟ بنابراین من فکر میکنم که به هر حال فواره صعود کاظم صدیقی رو به فرو افتادن هست، ولی اینکه نظام ولایی بخواد سرسختی یا لجبازی و افکار رو میبکنه، ولی فشارهای بدنه ولایی در هر حال کاظم صدیقی رو عقب خواهد. آقای علیجانی حدودا 1 دقیقه وقت داریم، به همین در واقع برخورد مؤمنانه اشاره کردیم که عبارت عجیبی هست، در گزارش هم دیدیم که روزنامه همشهری خواهان این برخورد شده. اون یه زمین رو 150 برابر کمتر از اصل قیمتش به شرکت خانوادگی فروخته، پولشویی، دروغ، معامله سوری. برخورد مؤمنانه با این جرم ها دقیقا یعنی چی؟ خواهان چه هستند؟ واقعا مثلا توجه نمیشه، نمیفهمی که برخورد مؤمنانه یعنی چی. این که اموال شخصی نیست که مثلا طرف گذشت بکنه، یا مثلا قصد شخصی نیست که از خانواده داغدار بخوان مثلا عفو بکنه یا با خوشبینی برخورد بشه، نه اموال عمومی، اموال مردمه. بنابراین این برخورد مؤمنانه نوعی خواهش تمنا از طرفداراشون هست که عجله نکنید. ولی اینجا یه مسئله راهبردی هم اضافه کنم، حکومت خودیهای خودش رو آب توبه سرشون میریزه در جریانات اپوزیسیون. هم نباید اینجوری باشه که هر کسی به جناح ما پیوست دیگه آب توبه سرش بریزیم و همه گذشتش رو فراموش کنیم و همه سیئاتش هم تبدیل به حسنات. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس، ممنونم.